نام جان بخش تو چون بر دهنم می آید، عطر فردوس برین از سخنم می آید. زمزم عشق ز چشم تر من می جوشد، نام شیرین تو چون بر دهنم می آید. ای مسیحا دم عالم ز نسیم مهرت، روح ایمان و یقین بر بدنم می آید. همچو جان سخت گران قدر و عزیز است مرا، ز تو هر غم که به جان و به تنم می آید. دل نشسته است به سوگ و به عزایت شب و روز، ناله و گریه ز بیت الحزنم می آید. از شراب غم تو سوختم اما شادم، که به سویت خبر سوختنم می آید. گر پس از مرگ ببویند مرا در دل خاک، نکهت مهر حسین از کفنم می آید. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقنون، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلمون، وأمري لأمركم متبعون، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي
يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلت وأبرأ إلى الله وإليك منهم السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از حسینیه فراتر از کهکشان مهمان خانه های شما هستیم و برنامه راز محبت رو تقدیم حضورتون میکنیم ما در جلسه گذشته در مورد زیارت وارث صحبت می کردیم که این زیارت یکی از شؤون اهل بیت علیهم السلام هست و یکی از فضائل این بزرگواران که اینها میراثدار انبیای سابق هستند پس با ما همراه باشید با برنامه راز محبت در محضر شما هستیم به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شریفانی حاج آقا عرض سلام دارم محضرتون
و قبل از این که مطلب سخن را آغاز کنیم سلامی با عزیزان ما بیننده ما داشته باشید تا انشاءالله از محضر مبارکتون استفاده کنیم. خواهش کنم. بنده هم عرض سلام و در خدمت شما در این ایام جانسوز و جانکاه مصیبت آقا و مولا امام حسین علیه السلام رو به محضر منیر آقا و مولای من امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرض سلام و تحیت خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام دارم. حضرت شریفانی، ما در جلسه گذشته در مورد مقدار کلیات بحث صحبت کردیم، اشاراتی داشتیم به جلسات گذشته، گفتیم که زیارت وارث در واقع یکی از شؤون اهل بیت هست، یکی از فضائل این بزرگواران هست که اینها میراثداران انبیای گذشته هستند. و قرار شد که این در مورد این مقدار بیشتر صحبت کنیم از منظر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام که انشالله در این جلسه در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدمت شما عرض شد که همطور که قبلا هم مطرح کردیم این زیارت نورانی وارث که میخونیم در واقع نه اینکه همه فضائل و مناقب و جایگاه امام حسین صلوات الله علیه منحصر در همین زیارت باشه، اینو گفتیم در باب زیارات مطلقه امام حسین، یکی از زیارات مطلقه امام حسین و به دلیل وراثتی که امام حسین صلوات الله علیه دارن از تمام خوبان عالم، این هم در واقع یکی از فضائل امام حسین هست. بله، فضائل در این تنها منحصر نمیشه، گرچه همین زیارت وارث از یک منظر دیگر و از یک بعد دیگه تابلوی یک جهت بسیار عالی فضائل و مناقب امام حسینه و سایر ائمه اطهار، مخصوصا وجود مقدس امام حسین، و اون اینه که همه فضائل و مناقب و جایگاه های با عظمت و معنوی خوبان عالم را این بزرگوار دارن علاوه بر اون چی که خودش ذاتن دارد و علاوه بر اون چی که آن به آن خداوند در این وجود قدوسی امام حسین صلوات الله علیه افاضه میکنه. همه الان بر اون مزرع نورانی، بر اون پیکر مطهر و برزخی اون حضرت آن به آن دارد اضافه میشه و اینا اصلا یک عالم بهت‌انگیز است، این اضافه شدن این فضائل و مناقب. یکی از بزرگترین فضائل این بزرگوار که در این روایت مطرح هست قضیه ارث اون بزرگوار. بله، در بین فضائل و مناقبی که خداوند عز و جل به همه انبیا داده، یکی از بزرگترین و شریفترین در واقع نعمت‌های الهی نعمت علمه و این نعمت علم چیزیه که از اساسی ترین و مهمترین ابزارهای انبیای الهی بوده برای هدایت این که اونها نسبت به امتشون داشتن، چون بدون علم اصلا هدایت معنا نداره و بدون علم هدایت لباس تحقق به خودش نمیپوشه. لذا روی این حساب این علم خودش یکی از بزرگترین و شریفترین نعمتهای الهیست. یک جهت قضیه که جهت مقام و رتبه اون شخص رو هم مشخص میکنه، اون کسی که داره اون درجه از علم هست که در مقام نبوت هست یا در مقام امامت هست، یعنی با توجه به اون علمش در واقع جلوه میکنه و شناخته میشه. این بله این یک جهت و همطور نمایانگر و گویای اینه که این شخص امین الهی است که این علم را صلاحیت و شایستگیش هست که در این ظرف ریخته بشه انبیا. و از جهت دیگه
این که تکامل خدمتتون عرض شد که به وقوع نمیپیونده مگر به واسطه علم، و جهت دیگه این که این علم از بین رفتنی نیست، از بین نمیره، نابود نمیشه. لذا آدم که از دنیا رفت واگذار کرد به دیگری و ها کذا و ها کذا تا به دست وجود اقدس خاتم الانبیا صلوات الله علیه. لذا چون که در زمان رسول خدا که اشرف سفرای الهی است و بزرگترین و عرض شود که پر جایگاه ترین نبی معظم بود در نزد خداوند، طبیعتا این ابزار هم به سیر تکاملی خودش باید به حد کمال برسه. لذا بزرگترین علم و زیباترین علم و جامعترین علم و کاملترین این نعمت نصیب حضرت رحمت للعالمین میشه که پیغمبر اکرم باشه. یعنی سیری که از حضرت آدم علیه السلام تا وجود خاتم الانبیا هست، این در سیر کمالی داره سیر میکنه. سیر کمالی است. لذا به پیغمبر اکرم که میرسه، نه اینکه این بزرگوار خیر الانبیاست، اشرف سفرا المکرمین هست، باید شریفترین ابزار که همون شریفترین علم و کاملترین علم باشه در اختیارشون قرار گیره. لذا در طول 10 سال 23 سال نبوتیشون، 13 سالش که مکه با هزاران مصیبت حضرت مواجه بود، ولی در طول اون 10 سال که حضرت تشریف آوردن به مدینه، قسمت قابل توجهی از عالم وجود رو نبوتیشون فرا گرفت، از همون شبه غار، شبه جزیره عربستان و قسمتی از قاره هند و افریقا و قسمتی از اروپا و آسیای مرکزی و میانه، همه اینا رو فرا گرفت در طول 10 سال. و این حاکی از اینه که شریفترین این ابزار که این علم باشد نزد پیغمبر اکرم بود، و این پیغمبر اکرم در لحظه آخر نره به کی داد؟ چه کسی میراث‌خوار این مقام علمی بود؟ اون کسی که به دستور خدا او رو در قدیر خم در سر دست گرفتش، اون کسی که خداوند عز و جل پیغمبر اکرم 28 سالشون بود، 12 سال دیگه یا 11 سال دیگه قراره که این بزرگوار به نبوت برسد، در دل خانه خودش مولود کعبه امیرالمؤمنین را خداوند عز و جل به عالم آفرینش عرضه میکنه، پای بر عرصه وجود میگذاره، و از همون وقت این ظرف علم پیغمبر به دست پیغمبر داده میشه. نگاه به کسی نکرد، اون که 3 روز در کعبه بود و مادرش نگران بسته بودن چشمشون بود نگاه نکرد، بیرونم که اومد رو دست مادر بود نگاه نکرد. لذا نگران بود مادر از این جهت، ولی پیغمبر فرمود که نگران نباش، وقتی که قنداق رو به دست خاتم الانبیا دادن چشم به صورت نازنین حضرت رحمت للعالمین گشود و سلام کرد به عنوان رسالت به پیغمبر، در حالی که ایشون 12 سال دیگه نازل میشه و انذر عشیرتک الاقربین و اولین آیه بود که بر حضرت نازل شد. منظور اینه که از قبل از این نبوت اول مسئله ولایت و امامت و وراثت و خلافت مطرحه، قبل از این قصد، یعنی ظاهر این دین امیرالمؤمنین و مقام ولایته، باطنش ولایته، زیربناش ولایته، روبناش ولایته، چون بر پای یک علمی هست که از حضرت آدم به سیر، به قول حضرت عالی، سیر کمالی هم داشته اومده. به هر حال این علمی که به کمال خودش رسیده باید در یک ظرف وجودی که در حد کمال هست قرار بگیره، یک ظرفی هم که ضمناً خداوند عزوجل اون ظرف رو در مقام در خزینه خلقت خودش آماده کرده، پاک و پاکیزه و مهذب. دقیقاً فهمیدید؟ لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها،
ولم تلبس کمین مطلح مات سیاه، پاک و پاکیزه. چون این علوم از مبدأ وحی، از اون مبدأ متعالی اومده و اونجا محل قدیسیت و طهارت محضه. نمیشه که در یک ظرفی بریزن که مشکل خانوادگی داشته باشه، مشکل رس و نجاست ها و پلیدی های زمان جاهلیت رو داشته باشه. باید یک کسی باشه همانند امیرالمؤمنین، همانند صدیق طاهره، همانند امام مجتبی و ائمه معصوم، نه کسانی که مشکلات اخلاقی و امثال زاله که مادرشون هم مادرشون باشد، هم عمه اونها باشه، یا مثلا پدرش پدر او باشد، دایی او باشد، جده مادری او باشد. خب اینا نمیتونن ظرف اون علوم پاک و پاکیزه باشن. پاک را طالب است، از طیبات لطیبین. در هر صورت این پیغمبر اکرم بهترین ابزار رو خداوند و شریفترین ابزار رو در اختیار شریفترین انبیاش قرار داد و اینها را پیغمبر اکرم در اختیار سید الوسیین امیر المؤمنین قرار داد. لذا اگر هم کسی مثلا از بخواد واقعا از حقایق علوم انبیا و خصوصیات انبیا الان کسی بخواد یاد کرد، بخواد از داستانی حقیقتی حقایقی را از حضرت موسی یاد کرد، ایوب، یونس، ذوالکفل، هود، صالح، دانیال، سلیمان، داوود، یوسف تا انبیاء الهی، باید از کی یاد گیره؟ هیچ چاره ای نداره، لابد است منحصرا باید بیاد خدمت ائمه اطهار، چون اینا وارثن. و پیغمبر به علی ابن ابی طالب داد و علی ابن ابی طالب به امام حسن داد، به امام حسن به امام حسین داد و هاکس به ائمه اطهار. نزد دیگری نیست، دیگران از کجا چی میدونن؟ یا اصلا همین قرآن که ما کتابمون هست، اونهایی که حالا قائل بر این هستن که حسبنا کتاب الله، کتاب برای ما کافیه، خب یک سری آیات قرآن هست که خب مشخصه، یعنی پیام رو رسونده، اما یک سری از آیات قرآن که باید تبیین بشه، باز بشه، شرح داده بشه، کی میتونه اینها رو شرح بده؟ بله اصلا اگر اون کسی که خزان العلم هست، که اهل بیت علیهم السلام هستن، که اون علم در اختیارشون هست که میتونن این آیه قرآن رو شرح بدن، توضیح بدن، تفسیر این آیه رو بیان، تأویل این آیه رو بیان، فقط اهل بیت علیهم السلام هستن و پیامبر اکرم. به کس دیگه نمیتونه این ادعا رو بکنه که من میتوانم قرآن رو شرح و تفسیر بدم به اون چیزی که حقیقتش هست. اصلا این جمله‌ای که شما یادآوری کردید، گرچه حالا مربوط به بحث ما من که نمیشه، میشه حسبنا کتاب الله که اون بازیگر گفت بعد از پیغمبر عمر ابن خطاب گفت، یه حرف بسیار باطل بچگانه است. همون کتابی هم که خودش نمیفهمید، ارث همون کتاب به کی داده شده؟ تو خودت فاکهتن و عباره بلد نبودی یعنی چی؟ اون که عرب بودی، اون که قرآن به لسان تو وارد شده بود، تو خودت همین کتاب الله رو سوره بقرهش که دو جزء نیم قرآن هست 12 سال پسرت میگه زحمت کشیدی تا یاد بگیری. چه 12 سال زحمت کشیدی؟ بعد از پیغمبر بود. بعد از پیغمبر زمان بود که سر کار اومدی، چون قبلش اصلا تو این چیزا نبود. یه کسی که شغلش در جاهلیت الاغ و حیوان و اینها خرید فروش بکنه، اینها الان که مثلا سر کار اومدی و واقعا یک جامعه مضحکی میشه و یه حکومت مضحکی میشه که یه شخص مثل این سر کار بیاد، الان تازه مردم از سوالاتی میکنن، تازه یهو خودت جمع جور کنی که کسی که اینجا نشسته باید چیزایی بدونه. خب چیزایی بدونه از کجا میخوای حرف بزن؟ دیگه زمان انقطاع وحیه، یه اخبار آسمان نازل نمیشه، جبرئیل هم که نازل بشه و ملائکه هم که اونا بر عرصوت که تنزل الملائکه و روح بر کی نازل میشن؟ بر صاحب این هم اگر که تو بودی که خوب هرچی بود مطرح میکردی میگفتی، حالا که همچی چیزی وجود نداره.
پس از کجا میخوای حرف به مردم بزنی؟ لاب بود این که از قرآن، قرآن که بلد نبودی. تازه معلوم شد که در زمان خلافتت شروع کردی به یادگیری. در زمان خلافتش تازه به این فکر رسید که باید سراغ قرآن. حالا ما این جمله رو، این سوال برای ما پیش میاد که آقای عمر، شما که شروع کردی قرآن یاد بگیری در زمان خلافتت، پیش کی یاد گرفتی قرآن؟ پیش یکی از رعیت، پیش یکی از مردم، پیش یکی از مردم امت. پس او به تو تعلیم میکرد، چی باید اینجا جواب بدی؟ آره دیگه، او به من تعلیم کرد، پس او اعلم از تو بود، پس تو چرا رفتی اون بالا نشستی؟ پاشو به پایین، اینجا جایگاه تو نیست. پس معلوم شد که اون فرد رعیت معمولی از توده مردم، او اعلم از تو بوده و تو خودو تلمیز و شاگرد یکی از مردم هستی. وانگهی شما چجور فتوا میدادی؟ مگه همه علم دین در سوره بقره است که دو جزء آنیمه قرآنه؟ 27 جزء آنیمه قرآن دیگه مونده، دو جزء آنیم رو شما 12 سال یاد گرفتی، 10 تا دو جزء آنیم میشه 25 جزء، 25 جزء رو باید 120 سال طول بکشه که یاد بگیری. اون وقت 25 جزء دیگه شما مونده که اونم میشه عرصیت که 24 سال. اگر خلیفه این مردم واقعا بخواد قرآن رو یاد بگیره، 144 سال طول میکشه که قرآن یاد گیرد. واقعا بشر تو فکر کن چه کسی رو جلو انداختی. این زیارت وارث خیلی جاها رو میزنه خراب میکنه. پس در حالی که کسی که بر مسند نبوت تکیه میزنه باید معلم البشر باشه، هادل بشر باشه، خودش راهنما باشه که بره سر یه کلاسی بره بشینه، بله، درس یاد بگیره. به قول قرآن داره داد میزنه، توی که قرآن رو میخونی اطراف کعبه و جای دیگه، خب وقتی به این آیات رسیدی چجوری آیات رو معنا میکنی؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خداوند در این آیه فرمود آیا کسی که افمن یهدی الالحق، آیا کسی که هدایتگر به حق هست او شایسته پیروی است، یا کسی که هدایت که بلد نیست بکنه که بلد نیست، الا ان یهدا، مگر اینکه بده اول چیز رو یاد بگیره. وقت شما کسی که چیز بلد نیست اینه جلو انداختی، خب این که راه رو بلد نیست به کدوم بیراهی تو رو میخواد ببره؟ فما لکم، قرآن فرمود بر فردای قیامت در اون روز داوری بزرگ میخواد چجور با خدا سودا کنید؟ چه دلیلی دارید؟ چه حجت دارید که بتونید بیان کنید؟ حالا این جمله که شما گفتید، نه تازه علم همین قرآنم به وراثت به این بزرگواران رسیده. اگرم این جمله رو خدمتتون عرض کردم که امروز اگر کسی بخواد به حقایق انبیای سابق پی ببره، هیچ راهی نیست مگر اینکه قرآن ما رو باز کنه، و همین قرآن هم خودش نیازمنده به اطرته. من از سوی دیگه جمله اینجا، حالا شما این مطلب رو گفتید، میگه یاد اون من ای کسانی که پیغمبر قبول داشت، واقعا اگر قبول داشت، اگر اهل دغلبازی نیستید و پیغمبر را اون گونه که شایسته و بایسته است بهش ایمان دارید، حقیقتا بهش ایمان دارید، این پیغمبر چی گفت در لحظات روزهای پایانی عمرش بعد از حضرت الوداع؟ بیش از هر جمله این جمله رو پیغمبر تکراری کردن که مردم انی تارکون فیکم و سقلین کتاب الله و عزتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. این روایت است که تواترش از حد معنوی و لفظی و همه چی گذشته، همه اهل اسلام و اهل قبله این قضیه رو میدن. آیا هیچ گاه به این الفاظ و به این مفردات این روایت دقت کردی؟ اینی تارکون فی کموس سقلین،
این فیکون به کی میخوره؟ خطاب به کیه؟ خطاب به اون کسونست که به این پیغمبر ایمان آوردن. من برای شما این عرض بود که دارم ترک میکنم و ترکه خودم و باقی میذارم برای شما این دو ثقل بزرگ را، که یکی قرآن یکی اهل. ما دامی که این دو را گرفتید، ما این تمسک توم، این خطابه، خطابه با کیه؟ کسانی که واقعا طالب سعادت هستن. و هیچ کس هم پیغمبر در این روایت استثنا نکرد مگر به جز اهل مدینه، جز اهل عراق، جز اهل نمیدونم کجا کجا. نه، فرمود ای کسانی که به من و به خدا و فردای قیامت ایمان آوردید، من دو چیز گذاشتم، کتاب الله و عدتی. مادامی که این دو چیز گرفتید، واژه گمراهی در شما اصلا معنا به خودش نمیگیره. و کسی را پیغمبر استثنا نکرد و این سروش الهی و نبوی تا صبح قیامت بیخ گوشتونه. و اونایی واقعا به پیغمبر ایمان آوردن که به حدیث ثقلین گوش فرا دادن و کتاب خدا با عترت و هر دو رو با هم گرفتن. چون خود همین کتاب الله هم فریاد میزنه که من بدون عترت معنا نمیشم. این دو تا چارتا. بله، حرف که در این مقوله بسیار هست که بخوایم صحبت کنیم ساعتها وقت نیاز داره که راجع به این صحبت بشه و این هم بارها صحبت شده، اساتید مختلف صحبت کردن، در کتابها نوشتن. اما خب ای کاش که گوش شنوایی بود و اینها رو واقعا میشنیدن و به جان میخریدن این کلامها رو و این صحبتهایی که علمای شیعه از گذشته تا امروز دارن میگن بارها و بارها هم گفتن و بر هم هم ثابت شده از این مسئله. گوش شنوا هست، مهم اونه که انسان به خودش ارزش قائل بشه، خودش را محترم بشماره، بگه من بشرم، من انسانم. آقا تا چقدر گوش بکنم من فلان شخصی که اصلا پیغمبر رو ندیده، غیر معصوم بوده، خطاکار بوده، هزار سال پیش بوده، اون نمیتونه برای من، برای امروز من تعیین تکلیف بکنه. من برای خودم عاقلم، متشخصم، کسی هستم. من بیش نمیگم فلان شخص در 14 قرن پیش که مورد احیانا خیلیشون مورد خشم صاحب این شریعت دان اینجور گفتن، من سلف اینجور گفتن، میگه سلف جبریل برشون نازل میشد، میگه پیغمبر سلف را به ما واگذار کرده را. قرآن و عطرت، این دو چیز. چرا ما اینا رها بکنیم؟ و چرا شما هم که میگه گوش دارن، چرا گوش دارن؟ چش دارن؟ عقل دارن؟ قلب دارن؟ ولیکن این چشم و گوش و عقل و قلب، اینا اگر کسی بخواد بهش احترام نگذاره و اینا رو در جهت خدا و رسول مصرف نکنن، شاید همون چشمی که حیوان داره، همون قلبی که حیوان داره، همون گوشی که حیوان داره، اون با اون یکی میشه. و قفلت، اگر پای قفلت اومد تو کار، وقت همین قرآن میفرماد که شما احتاب و هیزم‌های جهنمی، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اولئک، خود قرآن فرمود اولئک کالانعام، اینها کسونی که ما پر میکنیم جهنم را از بسیاری از این دو طایفه ذوی العقول، جن و انس. جن و انسی که به خودشون احترام نمیگذارن و این عقل را، این پدیده بزرگ الهی و این نعمت الهی را به کارش نمیزنن. اینا گوش دارن ولی نمیشنون، چش دارن ولی حقیقت را نمیبینن، حقیقت را نمیشنون. اینا قلب دارن اما حقیقت رو باش درک نمی کنن. خب اینا میشن کل انعام. بلا فاصله خداوند فرمود نه 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 نه، انعام حیوانا در عالم حیوانیت خودشون بازم رامن، مطیعن، تسبیح و تقدیس خدا میگن. نه، بل هم ازل و سبیلا، بلکه اینا از اون حیوان بدترن. چرا بدترن؟
اولایی که همون غافلون، نه به خاطر غفلت، به خاطر اینکه چون نعمتی که خدا بهشون داده اونو واقعا در اختیار اون مسیر درست و صحیحش کفران نعمتی کنه انجام نمیده. کفران نعمت کنه، خدا ازت نعمت میگیره، خدا فهم ازت میگیره، خدا دید ازت میگیره، خدا چشم قلبت ازت میگیره. بیایید بگروید، اگر اهل سعادتید، اگر با اهل ایمان به پیغمبر اکرم هستید، بگروید به قرآن و عترت. خیلی ممنون جواب ما استفاده میکنیم از بیانات حضرت عالی، اما خب وقتمون به پایان رسیده. امیدوارم که بینندگان عزیز هم از بیانات جناب استاد کمال بهره و استفاده را برده باشن و حتما ما را از دعاهای خیرشون فراموش نکرده باشن. با ما همراه باشید با برنامه راز محبت. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان، آقای من حسین. از اینکه با برنامه راز محبت همراه هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید از همه شما تشکر میکنم و پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید، حتما به سامانه 3085-87. ما در هر قسمت از برنامه راز محبت قسمت و روزیمون شده که نام یکی از اصحاب سید شهدا علیه السلام رو ببریم و ثواب اون قسمت رو به اون بزرگوار تقدیم کنیم. جناب یزید ابن حسین همدانی از قبیله همدان بود و در کوفه سکونت داشت. در یکی از منازل نزدیک به کربلا به قافله امام حسین علیه السلام پیوست و پس از تیرباران دشمن و شهادت جمعی از یاران به میدان شتافت و پس از نبردی قهرمانانه در حال خواندن رجز و قرآن به شهادت رسید. وی همچنین از جمله یاران امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام بود و نام وی در زیارت ناحیه مقدسه آمده است. به ابی انتم و امی یا انصار ابی عبدالله. از این که با ما همراه بودید باز هم از همه شما تشکر میکنم. تا برنامه بعد، یا علی مدد.